قرار دادن نام شاخه نظامی حزب الله در لیست سیاه اتحادی اروپا با تایید هر 28 کشور عضو این اتحادیه صورت گرفت. دولت لبنان از اتحادیه اروپا خواسته بود که حزب الله را تحریم نکند زیرا آن را جزئی ضروری از جامعه لبنان تلقی کند. اما تحولات یک سال گذشته شامل حمله مرگبار تروریستی در بلغارستان که به گفته دولت صوفیه دو عضو حزب الله در آن دخالت داشتند ازم بسیاری از کشورهای اروپایی را برای اقدام علیه حزب الله جزم کرد مهمترین اولویت برای بریتانیا تروریست شناخته شدن شاخه نظامی حزب الله از سوی اتحادیه اروپا است یک سال از بمبگذاری وحشتناک در بلغارستان میگذرد و ما معتقدیم که این بسیار مهم است که وقتی یک حمله تروریستی در خاک اروپا صورت میگیرد اروپا پاسخی روشن و قاطع به آن بدهد قرار گرفتن نام حزب در فهرست سیاه همکاری بین ما را در برابر تهدیدهای تروریستی بیشتر و سادهتر خواهد کرد حزب الله هر گونه دخالت در حادثه تروریستی سال پیش در بلغارستان را که شش قربانی گرفت تکذیب کرده است روزمری هالس استاد علوم سیاسی در دانشگاه لندن استدلال طرفداران و مخالفان این تصمیم را این گونه ارزیابی می کند. Well, one of the being put forward, by the یکی از استدلال های ارائه شده به ویژه از طرف دولت بریتانیا برای قرار دادن شاخه نظامی حزب الله در لیست سیاه دخالت آن در سوریه بوده که مداخله‌ای بسیار قابل ملاحظه است و به رژیم اسد کمک کرده که این می تواند باعث بی لبنان شود. در مقابل استدلال برخی این است که اتحادیه اروپا با تحریم حزب الله وضعیت داخلی لبنان و ارتباط گروه های سیاسی در آن کشور را پیچیده ساخته و در واقع اتحادیه دارد در یک بازی منطقه پیچیده با آتش بازی می کند. با این همه به گفته پروفسور هالیس از نقطه نظر اروپاییان هر تصمیمی که بتواند عاملی بازدارنده برای عملیات تروریستی در خاک اروپا باشد مورد استقبال افکار عمومی قرار می گیرد. طبق تصمیم اتحادیه اروپا صدور ویزای سفر به کشورهای اروپایی برای اعضای شاخه نظامی حزب متوقف شده و های آن و سازمان های مرتبط با آن در کشورهای عضو اتحادیه مسدود خواهد شد افزون بران، هواداران حزب الله در اروپا از ارسال کمک های نقدی به این گروه منع شده و های اروپایی هم اجازه ملاقات با کارمندان حزب الله را نخواهند داشت. على او على این تصمیم بر حزب الله یا مقاومت تأثیری نخواهد داشت. مقاومت در قلمرو لبنان حضور دارد و نه در اروپا. حزب الله گروهی تروریستی برای انجام اعمال تروریستی در اروپا نیست. از نقطه نظر مذهبی نیز تروریسم عملی غیر قابل قبول است وزیر امور خارجه بریتانیا بعد از تصمیم اتحادیه اروپا بر این نکته تاکید کرد که این اقدام بر رابطه محکم اتحادیه و بریتانیا با لبنان و حمایت از آن کشور هیچ تأثیری نخواهد داشت و از افزایش اخیر کمک های امنیتی و انسان دوستانی لندن به لبنان به عنوان نشانی از تعهد عمیق این کشور به ثبات لبنان یاد کرد بیژن فرهودی صدای آمریکا لندن